اگه تو فکر میکنی که من لایق هستم، من برات همیال میگم که من لایق نیستم. اصلا من لایق نیستم. بزرگترین ثبوتش در زندگی ما ایره که دوستایی که امروی ما یک جایی از دانشگاه طب کابل فارغ شدن میفهمن. من زیاد بارا در زندگی تجربه داشتم. مثلا یادم میاد وقتی که من میخواستم در طب کابل کامیاب شم، اون سال تقریبا 350,000 نفر اگه اشتباه نکرده باشم امتحان میداد و 120 نفر فقط میتونست در طب کابل کامیاب شوه. برای من زیاد کسا میگفتن از دوستا، قوم خیش خو اصلا باورشان نمیامد، اتو فامیل میگفتن که بچه طب کابل خو کامیاب نمیشی، بچه واسطه دار نیستی، اونجا بچه های وزیرا و وکیلا میره، کوشش کن که یگان آپشن دیگه داشته باشی. ولی من در کنکور فقط از 10 آپشن 3 آپشن داشتم که اون عرصهش هم طب بود و طب کابل اولش بود که کامیاب شدم. من 35 وقت برشان میگفتم که اگر قرار است که یک نفر رو از 120 نفر به زور رتب کابل کامیاب شو، او من خواد بودم دیگر رو بانک واسطه ای باشه. یادم میاد که من 35 دفعه کتاب را خواندم از صنف 4 تا صنف 10 تا که من تانستم 332 تقریبا نمره گرفتم، از 360 به کابل کامیاب شدم. کسایی بودن که 3 دفعه 2 دفعه خوانده بودن و از مکده مثلا برابر من نمره گرفته بودن یا یک دو نمره از مکده کم گرفته بودن، و کسایی هم بود که از مکده زیاد گرفته بود. او وقت من همیشه در فکر من بود و میفهمیدم، حتی وقتی که من به کنکور همه خواندم من میفهمیدم که من لایق نیستم، ولی زحمت باید بیشتر بکشم. و این قسم دوره کنکورم، دوره تحصیل ها، من 17 دفعه باید هر کتاب می خواندم که در کدری برابر میشم. کدری نمراتت باید مثلا از 95 یا 90 یا 85 بالا باشه که تو اجازه از ایره داشته باشی دوباره در دانشگاه طبی کابل منیسن استاد کار کنی، یا نهاره نمرات کدری میگن. من 17 دفعه می خواندم، بچه ها بودن 2 دفعه می خواندن، 3 دفعه نمراتشان از من کده خوب بود یا مثل من نمره می گرفتن و من بنام بچه 17 دفعه حسی و 17 دفعه مشهورم شده بودم. سو او وقتا یک چیز برای من زندگی یاد داده بود و امیال هم یاد داده و ایره من برای شما انتقال میدم که لیاقت مهم نیست، زحمت کشیدن مهمه. زیاد کساست که در دنیا لیاقت دارن، زحمت نمیکشن، این چیز ازشون ساخته نمیشه. اگر زحمت بکشی، لیاقت هم که نداشته باشی، از انسانهایی که لیاقت داره از وقت پیشرفت خواد کردی، در بارش فکر کن.